انقلاب 57 و مبارزات ملت‌ها در ایستگاه اپوزیسیون مرکزگرای ایران. به اذعان سران رژیم‌های پهلوی و جمهوری اسلامی، قیام بهمن 56 آذربایجان به مرکزیت تبریز پاشنه آشیل ارتجاع پهلوی شد و با همراهی سایر شهرها انقلابی بزرگ در بهمن 57 روی داد. ولی تنها چند ماه بعد تلاش شد تا این انقلاب توسط ملاها به سرکردگی خمینی به سرقت رفته و رژیمی دیکتاتوری جایگزین رژیم پهلوی شود. اما مردم آگاه آذربایجان به مرکزیت تبریز متوجه این خیانت شده و برای اولین بار علیه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به پا خواستند که متاسفانه با همراهی مردم سایر شهرها و احزاب مرکزگرا مجوز سرکوب آذربایجان به دست خمینی صادر شد. این روزها که در آستانه 42 سالگرد قیام و انقلاب مردمی علیه استبداد رژیم پهلوی قرار داریم، سوال این است که در شرایط دیکتاتوری حاکم بر جامعه، جریان‌ها و نیروهای سیاسی در کدام جبهه قرار دارند؟ در حال حاضر حرکت ملی آذربایجان در شرایط کنونی پرچمدار گفتمان و تجربه حیات سیاسی آذربایجان بوده و به دنبال تضمین حقوق بشر، رفاه و برابری است. آذربایجانی که به عنوان مهد جنبش مشروطه، خالق حکومت ملی آذربایجان، الگو و پرچمدار خلق‌های خاورمیانه و انقلابیون 57 پتانسیل خود را در عرصه سیاست به اثبات رسانده و نشان داده است که همواره به دنبال توسعه دموکراسی و برابری است. اما متاسفانه امروزه آذربایجان در میدان مبارزاتی خود عنصر حاکمیت جمهوری اسلامی و گفتمان مرکزگرا و تمامیت خواه طیف‌ها و جریان‌های سیاسی را در برابر خود می‌بیند، در حالی که اولین اعتراضات علیه واپسگرایی و مطالبه حق در سال 57 علیه جمهوری اسلامی از جانب آذربایجان شکل گرفت. طی این سال‌ها جریان‌های اپوزیسیون مرکزگرا در واپسگرایی، باستانگرایی و وعده سرخرمن دادن سنگ تمام گذاشتند. این جریان‌ها در تقابل با کف خواست‌های تأسیس گرفته از تجربه‌های سیاسی آذربایجان در طی 100 سال اخیر متدهای فکری امثال خمینی را برای فریب انتخاب کردند. یعنی در ارتباط با ناسیونالیسم در واقع افراطی که در دوران رضا شاه شکل گرفت، خب زمینش هم حتی دوستان در واقع گفتن، زبان فارسی امروز به یک جایی رسیده که خب به نظر من 95% مردم باش تقریبا صحبت میکنن. یعنی کنید این بی‌عدالتی ممکنه انجام شده باشه، ولی امروز ما رسیدیم به یه جایی که این زبان سرتاسری شده. من همچنان منظور از تحصیل به زبان مادری رو درک نمی کنم منطقشون، برای اینکه پرتیک نیست. فرض بکنید شما یه کشور چند زبونه‌ای داشته باشید و یه مرتبه بگن توی مملکت هر کسی به دلخواه خودش میتونه به زبان خودش درس بخونه. سیستم آموزش پرورش هر کشوری بالاخره یک زبان داره که زبان کلیدی و مملکت هستش. اونجا که من دارم یاد زبان فارسی بود. با علم به اینکه روند سیاسی پسا جمهوری اسلامی دیگر در انحصار مرکزگرایان نیست و آذربایجان جنوبی، کردستان، الاهواز، بلوچستان، ترکمن صحرا، قشقاییستان و لرستان همگی خود زبان گویا و مغز متفکر حقوق اساسی خود هستند، ولی همچنان نیروهای اپوزیسیون مرکزگرای فارس حقوق ابتدایی این ملت‌ها همچون زبان مادری را تهدیدی برای زبان فارسی می‌دانند و هر یک از دریچه خود این قدیس را رنگ لعاب کردند تا آن را با اعتماد به نفس کاذبی که نه از اپوزیسیون بودن بلکه از فارس بودن می‌گیرند، زبان مادری خود را به ملل غیر فارس تحمیل کنند. بیخبر آنکه خواست این ملت‌ها سال‌هاست که از ایستگاه زبان مادری گذر کرده است.